پیچیدگی های راه دشوار آموزش در بخش های ناامن با شنیدن سرگذشت این کودکان برجسته تر می شوند. همه با هم در دور افتاده ترین بخش های ولسوالی خوگیانی ننگرهار به مکتب می رفتند و نمی دانستند که آن روز آخرین روز مکتب رفتنشان بود. داستان این رویداد قسمی بوده که شب خانه اینا به خط جنگ بوده بین طالبا و نیروهای امنیتی افغان. وقتی کودک ها صبح میرن به طرف مکتب میبینن که ایجا در پیش خانه ایشان یک موشک افتیدگی است و یکی از این کودک ها میایه بر این موشک دست میزنه و این انفجار میکنه و این زمان است که مادر این کودک ها یک دخترک خورده شده بغل داشت که او هم با دخترش جان میته و دو تن از این کودک های دیگه هم در این رویداد جان میتن و هفت تن دیگر از این کودک ها زخمی میشن. اما نبود پا مانع ادامه سفر آموزشی اینان نشد. آموزگار به کمک مردم محل اینان را در خانه آموزش میدهند. ادامه آموزش در این اتاق تاریک امیدهایشان را به افقهای یک آینده روشن دوباره زنده کرده است. آن انفجار توانست که هر دو پای شفیق را از بین ببرد، اما ذهنش برای پیشرفت هنوز از بین نرفته است. منگا دی پیه در دا دولی هم منگا حوصله لرو چی پاینده که او سره نجور چی اباد تیوی زموک گران حیوات افغانستان. آواز رابعه 8 ساله سکوت این کشتزارها را می شکند. او هم یک پایش را در آن رویداد از دست داد. اما با وجود درد پایش، شور و شوق آموزش چنان در دلش موج می زند که در همین صنف اول سواد خواندن و نوشتن را دارد. تو واره چی پاینده که سکاره شی؟ زغارم چنده که دکتر شید. در سوی دیگر این کشتزارها پدرش برای پیدا کردن لقمنان عرق می ریزند. داغ ما شمان چکم دی دار دیر چه دی داز مرمه یواز واوری نو درنگونه تک تور واوری شندی تک نشی دی ویری نا زکا دو دی مندی زمینه نلری. این کودکان همه عضو یک خانواده هستند و این تنها نمونه کوچکی از پیامدهای جنگ است و هنوز می دانند که برای رسیدن به هدفهایشان راه های پرخم و پیچه در پیش دارند. اما می پرسند که آیا جنگ کم از کم اجازه گام نهادن به پیش را به اینان خواهد داد؟